دقیقا خودم چون دقیقا اون رقم دقیق رو برای الان یادم نیست. بالای 20 میلیارد نه دلاره. خیر میگم کمتر از زمان جنگ، یعنی وقتی 19 و 6 دهم زمان جنگ است کمتر، یعنی کمتر. حضور نظامی ایران در منطقه به روایت جانشین فرمانده سپاه، او میگوید جمهوری اسلامی در 15 سال اخیر کمتر از جنگ 8 ساله با عراق خرج کرده. در 60 دقیقه امشب هزینه فعالیت‌های ایران در منطقه را بررسی می‌کنیم و از میهمانان برنامه می‌پرسیم که چه فایده‌ای برای حکومت داشته. در ادامه برنامه امشب، رسیدن به آزادی و رفاه تنها با تلاش تک تک ما و قبول این مسئولیت میهنی میسر است. این مسئولیت آغاز گفتگو برای یک پیمان نوین. ولیعهد پیشین ایران میگوید برای گذار از جمهوری اسلامی نیروهای دموکراسی خواه باید اختلافات را کنار بگذارند. آیا رضا پهلوی می تواند مخالفان حکومت را متحد کند؟ بالا گرفتن آتش جنگ در قره‌باغ به رغم درخواست‌های جهانی برای خیشتنداری، ترکیه پشت جمهوری آذربایجان ایستاد. و راز سر به مهر سقوط هواپیمای ارتش ایران 39 ساله شد. مسئول بررسی این سانحه میهمان امشب برنامه 60 دقیقه. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. طرفداران دو آتشه سیاست خارجی ایران با افتخار میگویند که حوزه نفوذ این کشور از دریای مدیترانه تا دریای سرخ گسترده شده، با نیروهای همسو و گاهی تعیین کننده در بیروت، دمشق، بغداد و صنعا. مخالفان میگویند که در تمام این جغرافیای ناآرام و پرآشوب ردپای نیروهای نیابتی ایران در کشمکش ها و جنجال ها دیده میشود، جنجال هایی که برای مردم ایران چیزی جز هزینه و برای مردم منطقه جز بی‌ثباتی به بار نیاورده. حالا در اوج فشارهای اقتصادی بحث هزینه و فایده این حضور هم بیشتر از قبل نقل محافل است. در تازه ترین ارزیابی علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هزینه حضور منطقه ایران در 15 سال اخیر را کمتر از هزینه جنگ 8 ساله با عراق اعلام کرده، به عبارتی کمتر از 20 میلیارد دلار. البته بعضی دیگر از مقام‌های حکومتی در ایران هزینه 10 سال حضور نظامی منطقه ایران را تا 30 میلیارد دلار هم برآورد کردند. در هر صورت این نفوذ چقدر به کار ایران آمده؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. از اعتراض‌های 11 سال پیش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تا شعارهای تماشاچی‌های فوتبال یا حتی کسانی که این سالها در کنار آرامگاه کوروش جمع می‌شوند. استراتژی جمهوری اسلامی در منطقه سالهاست که با مخالفت‌های صریحی در میان معترضان همراه شده و مدت هاست که شعارهایی از این دست بازتاب این نارضایتی است. حالا یکی از فرماندهان سپاه میگوید سیاست خارجی ایران در حمایت از متحدان منطقه‌ایش که با نام محور مقاومت معرفی می‌شود، هزینه قابل ملاحظه‌ای در قیاس با درآمد ایران در یک دهه اخیر نداشته. خیلی کمتر از قصه جنگ. حتماً رقمو میدونم، میخوام خیلی کمتر از قصه ببینم رسما اعلام میشه. ببین خیلی کمتر از قصه جنگ، ولی نتایج حاصله حدودش رو بدونیم. ببین من حالا دقیق خودم چون دقیقا اون رقم دقیق رو برای الان یادم نیست. بالای 20 میلیارد دلاره. نه خیر میگم کمتر از زمان جنگ، یعنی وقتی 19 و 6 دهم زمان جنگ است کمتر، یعنی کمتر. و البته شعار معروف معترضان هم از نگاه مجری برنامه دور نمیماند. نغز نه لبنان جانم فدای ایران اصلا با این مطلب نیست، به خاطر اون پیروزی ها و عظمت هایی که از در اثر مقاومت و بر اساس روال خدا بودن خدا نصیب کرده. مثلا میگن در 8 ساله دولت های چندم و چندم نمیدونم 700 خورده میلیارد دلار نفروخته شده. بله اصلا قابل مقایسه با اون زمان جنگ کرد کلا 8 سالش 106 میلیارد، ما 146 میلیارد دلار یک سال نفروختیم.
بوده. به بیان دیگر، استدلال سرتیپ علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه این است که درآمد جمهوری اسلامی در ایران بسیار بیشتر از هزینه است که در کشورهای دیگر منطقه خرج شده، حتی اگر این هزینه در یک دهه اخیر به میلیاردها دلار برسد. در نهایت هیچ کدام از این بخش ها در برنامه قرن 14 از شبکه افق پخش نشد. در عوض یک روز بعد از پخش برنامه این بخش از سخنان او در اینترنت منتشر شده. محور مقاومت که به گفته علی فدوی خیلی کمتر از 20 میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته، عنوانی تبلیغاتی است برای مجموعه ناهمگون از گروه‌ها و سازمان‌های علنی و مخفی در سراسر خاورمیانه. یکی از معروف‌ترین هایشان حزب الله لبنان است که از قدیمی‌ترین گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران است و سرانش از نمایش نزدیکی سیاسی و ایدئولوژیک به ایران ابایی ندارند. ارقام دقیق کمک‌های مالی و نظامی ایران به حزب الله لبنان یا گروه‌های مشابه هرگز اعلام نشده. هفته گذشته و همزمان با جلسات مجمع عمومی سازمان ملل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همین موضوع را دستمایه انتقاد از جمهوری اسلامی کرد. حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که ایران حامی صلح است و با افراطی‌گری مبارزه می‌کند. ای کاش این حرف درست بود. رژیم ایران در واقع از سال 2012 بیش از 16 میلیارد دلار برای گروه‌های نیابتی و شرکایش ارسال کرده. این پول که از مردم ایران دزدیده شده، باید به آنها بازگردانده می‌شد. رقم 16 میلیارد دلار نتیجه برآوردی است که دو سال پیش توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شد. بر اساس همین گزارش، ایران سالانه حدود 600 میلیون دلار تنها به حزب الله لبنان پرداخت می‌کند. خیلی شفاف میگویم و هیچ چیز پنهانی وجود ندارد و همه دنیا هم بدانند. تمام بودجه و پول و هزینه های ما از خورد و خوراک و سلاح و موشک از جمهوری اسلامی ایران میرسد. و گروه های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی که در نوار غزه فعال هستند هم تقریبا سالی 100 میلیون دلار از ایران پول می گیرند. اما در این حال جمهوری اسلامی ایران هزینه های بیشتری در منطقه دارد که یکی دیگر از مهمترین آنها حکومت بشار اسد در سوریه است. او از سال 2011 میلادی با یک جنگ داخلی روبرو بوده و ایران یکی از مهمترین حامیان بین المللی حکومتش محسوب می شود. اوایل امسال حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت که در یک دهه گذشته ایران 20 تا 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده و باید آن را پس بگیرد. عراق کشور بعدی است که در سیاست‌های ایران در دو دهه اخیر جایگاهی ویژه پیدا کرده و علاوه بر احزاب و سیاستمدارانی که وابسته به حکومت ایران توصیف می‌شوند، سپاه نفوذ قابل ملاحظه‌ای هم بر گروه‌های شبه نظامی عراقی دارد. گروه‌هایی که آنها نیز بسیاریشان از حمایت‌های مالی و لوجستیک ایران بهره می‌برند، حمایتی که زمانی دور از چشم افکار عمومی صورت می‌گرفت، اما حالا روز به روز بیشتر علنی می‌شود. از پوسترهای تبلیغاتی از این دست یا حضور فرماندهان سپاه در برابر پرچم‌های این گروه‌ها تا حتی گزارش خبرگزاری رسمی مملکت با تصویری اینچنین از نشان‌های بی‌شمار این گروه‌ها، گروه‌هایی که تا زمان تغییر استراتژیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه همگی می‌توانند چشمی به خزانه ایران داشته باشند. کیوان حسینی، بی بی سی. مهدی جلالی تهرانی، تحلیلگر امنیت بین الملل و مطالعات خاورمیانه از نیویورک به برنامه پیوستند و اینجا در استودیو میهمان ما پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در دانشگاه آزاد هستند. سوال اول رو از آقای جلالی تهرانی میپرسم. ایران غیر از پول بی حساب هزینه های غیر مادی زیادی هم کرده. واقعا هزینه حضور ایران در منطقه رو میشه با دلار و یورو و ریال محاسبه کرد؟ خب ببینید، ما در سیاست معمولا به نتیجه عمل نگاه میکنیم و نتیجه عملی که در حال حاضر داریم میبینیم، همین امروز در گزارش پیشتر بی بی سی مطرح شد، حمله‌ای که آقای حسین شریعت مداری به آقای سیستانی میکنه بابتی که ایشون تقاضا کرده که سازمان ملل متحد و نه آمریکا و نه غرب، سازمان ملل متحد به انتخابات نظارت بکنه
و بعد برای اولین بار مجبور به عذرخواهی میشه. من بعید میدونم آقای حسین شریعت‌مداری در تا به حال عذرخواهی کرده باشد. این نشون میده که حتی در محور مقاومتی که میگن و جنبه مذهبی و شیعی داره هم شکاف بزرگی به وجود آمده. آقای نوری المالکی که در واقع به دید بسیاری از مردم عراق افکار عمومی دست نشانده جمهوری اسلامی هستش، در مقابل آقای حسین شریعت مداری در این مورد نیست. پس در حتی ادعاهای مذهبی و ادعاهایی که جمهوری اسلامی از ایدئولوژی خودش و صدور انقلابش در منطقه عمق استراتژیک محور مقاومت طرح میکنه هم به نتیجه نرسیده و هزینه های بزرگی که کرده. آقای رحیم صفوی داره میگه ما این پول ها رو بر میگردونیم. دقیقا این نمونه که خانواده های، یعنی واقعیت این هست، خانواده های سوری رو کشتن، در بزرگترین کشتار و فاجعه انسانی در قرن 21 شراکت داشتن، حالا میخوان پول خونش رو خودشون بگیرن. این اعدام های خود جمهوری اسلامی هستش که پول فشنگ رو میگرفتن در دهه 60. و بعد آیا این پول به مردم برمیگرده؟ آقای رحیم صفوی در سپاه یا مشاور آقای خامنه‌ای که داره میگه این پول ما برمیگردونیم، کجا برمیگردونن؟ کجاها سرمایه گذاری کردن؟ خودشون میگن ما اونجا سرمایه گذاری کردیم. اینها هیچ کدوم شفاف نیست. اینها حتی در اختیار دولت هم نیستش که بخواد دولت در این زمینه برای مردم اطلاع رسانی بکنه و ما بدونیم که اصلا این پولها از جیب مردم، از خزینه مردم به کجاها رفته. آقای مشتری زاده شما چی فکر میکنید؟ من هیچ فکری ندارم در این زمینه به خصوص شما مطرح کردید. شما گفتید که عرض کنم حضور شما که امریکایی‌ها تهمت میزنن که اینقدر مبلغ اینا خرج کردن، ایرانی‌ها میگن نه ما اینقدر خرج نکردیم، جور دیگه خرج کردیم. عرض کنم حضور شما که این وسط ها هم اسم رحیم صفوی رو میشنویم که بنده فقط این رو نظر شخصی من هست و نمیتونم هر وقت این اسم مطرح شه اینو نگم. ایشون صلاحیت هیچ بحثی رو نداره از دید بنده، ایشون صلاحیت هیچ بحثی رو نداره و این عنوان مشاور رهبر رو هم من از شما میخوام که اگر میخواید تکرار بکنید، تحقیق بکنید ببینید واقعیت دارد یا نه. در مورد بقیه مسائلی که امریکایی‌ها چی میگن، ایرانی‌ها چی میگن، چقدر خرج کردن، آقای فلاحت پیشه میخواد بره پس بگیره، اون هم من نمیدونم. شما دوباره مطرح بکنید تا من نظرم بگم. که وقتی ما نگاه میکنیم به روابط بین کشورها و مسئله نفوذ کشورها، میشه اصلا ارزش‌گذاری مالی کرد؟ میدونیم که خیلی وقتها هستش که حمایت‌های معنوی سیاسیه و غیر ذلک. عرض کنم این ارقام اگر می رفتیم تو اون بحث، بنده از اول می رفتم تو اون بحث، به شما می گفتم این ارقام تماما مسخره است، چه از طرف امریکا یا چه از طرف ایرانی ها. چطور میشه ارقام می تعیین کرد؟ اون همه پنهانکاری ها از هر دو طرف، اون همه پرداخت هایی که خود امریکا یا علیه ایران کردن، کسی مگه آمارشو داره؟ این جنگ تبلیغاتی است. جنگ تبلیغاتی اغلب وحشیانه تر از جنگ حقیقی است. اغلب دروغ ها بسیار بیشتر هست و جنگ تبلیغاتی جنگ طولانی است و گاه پیش میاد که نتیجه جنگ حقیقی هم در همین جنگ تبلیغاتی تعیین میشود. لاجرم ما باید خیلی احتیاط بکنیم، به عنوان دانشگاهی باید خیلی احتیاط بکنیم که فریب تبلیغات اونور یا اینور رو نخوریم. فقط این دم اضافه بکنم چون مطرح شد آقای فلاحت پیشه گفتن این بحث پول رو پس میگیریم. بنده میگم آقای فلاحت پیشه چرا معطلید؟ چرا پس نمیگیرید؟ منتظر اجازه من هستید؟ آقای فلاحت پیشه اون موقع که این پولها داده میشد، اگر اجازه بدید، اون پولایی که این موقعی که این پولها داده میشد جناب علی نماینده مجلس شورای اسلامی بودی، چرا جلوش نگرفتی؟ آقای فلاحت پیشه ارزیابی کردن، گفتن که فکر کنم 20 تا 30 میلیارد برای 10 سال. در هر صورت در خبرگزاری ها از آقای رحیم صفوی نقل شده که گفته شده این پولها برمیگرده. از آقای جلی تهرانی میخوام در مورد همین نکته‌ای که شما اشاره کردید بپرسم. آقای جلی تهرانی، شاید حرف آقای مجتهدزاده این باشه که کشورهای دیگه هم شاید کارهای از این دست میکنن. آقای مجتهدزاده به آمریکا اشاره کردند. مثلا در مورد روابط استراتژیک آمریکا و اسرائیل حرف زده میشه، یا مثلا رابطه آمریکا و بریتانیا. کشورهای دیگه وقتی که پای منافع استراتژیک میرسه، وقتی که پای مسئله نفوذ و امنیت مطرح میشه، چطور عمل میکنند؟
بله، من اینجا ارجاع میدم به اینکه ما چگونه منافع ملی خودمون رو تعریف میکنیم. ما چیکار داریم که آمریکا چه تبلیغاتی اینجا داره میکنه و ما داریم به منافع ملی خودمون نگاه میکنیم که تا چقدر اینجا آسیب خورده و چقدر هزینه از ما در واقع رفته، از ما دزدیده شده، از پول مردم دزدیده شده. و این مربوط به آقای فلاحت پیشه و آقای رحیم صفوی و اشخاص نیست، این مربوط به کل مفهوم محور مقاومته که توسط خود آقای خامنه ای داره رهبری میشه. و این محور مقاومت هم مال امروز و دیروز نیست، هرچند اسمش رو جدیداً مثلا در سالهای اخیر آقای خامنه ای محور مقاومت گذاشته. ما اگر برگردیم در واقع در سال 1982 حزب الله رو ایران تأسیس کرد و کشور لبنان رو عملا با آشوب کشید. در سال 2006 آقای نوری المالکی که دست نشانده جمهوری اسلامی است بر سر کار اومد، سنی ها رو سرکوب کرد. سرکوب سنی ها باعث شد که از زرقاوی برآمدش رو ما شاهد بودیم، بعد داعش رو شاهد بودیم که به وجود آمد و سنی ها ازش حمایت کردند. در واقع ایران باعث به وجود آمدن داعش شد. فراموش نکنید سال 2007 اون بمب های جاده ای رو، اون خشونت های بزرگی که در حرم ها صورت می گرفت، چه از جانب زرقاوی چه از جانب جمهوری اسلامی و سرکوب آقای المالکی، تا آتش جنگ رو در عراق گسترده بکنن و هم فشاری به آمریکا بیارن و هم برای حضور خودشون توجیه درست کنن. در سال 2011 شاهد بودیم که جمهوری اسلامی رفت برای سرکوب تظاهرات مدنی مردم سوریه در مقابل بشار اسد و اون فاجعه بزرگ انسانی به وجود آمد، در شیمیایی کردن مردم سوریه نقش داشت. در سال 2015 می‌بینید که بلنده، اگه مختصر کنید ممنون میشم. متاسفانه اصلا این جمله‌ای که شما گفتید من رو دیگه صحبت دیگری ندارم. متاسفانه این جنایت‌ها، این بی‌ثباتی‌ها، این کشتار مردم، این نفرتی که در واقع مردم خاورمیانه میتونن از ما داشته باشن، چون با نام ما ایرانی‌ها بوده، فاجعه باره و بسیار گسترده است این فهرست. خوشبختانه ما یه شانسی آوردیم به عنوان مردم ایران، اینکه در دوران شبکه اجتماعی زندگی میکنیم. مردم لبنان، عراق، سوریه، افکار عمومی میدونن که ما مردم به گروگان گرفته شدیم توسط این حکومت، بنابراین گردن ما نمیگذارن. آقای مشتاق زاده، شما جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک درس میدید، یک بحثی بسیار دامنه‌دار هست، اینی که اونطور که آقای جلی تهرانی میگن ایران عامل بسیاری از مشکلات در منطقه بوده، مثلا ظهور داعش، یا اینکه ایران در برابر خیلی از مشکلات ایستاده، مثلا در برابر داعش. من وارد این بحث نخواهم شد، برای اینکه این بحث جانبدارانه، تبلیغاتی و تماما سیاسی است. بنده اگر از آقای رحیم صفوی اسم بردم، از آقای فلاحت پیشه اسم بردم، بلکه که شما اسم بردید. من خلق ساعه نرفتم دنبال این حضرات. من در شرایطی که شما اسم آوردید از این حرف، از این حضرات، من هم نظر دادم. از اولم به شما عرض کردم که این جنگ تبلیغاتی است و یک نفر دانشگاهی جانب یک طرف رو نمیگیره. یک نفر دانشگاهی باید سعی بکند که توازن برقرار بکند در بحث تا به حقیقت برسیم. ما با عدم توازن به حقیقت نمیرسیم که هیچی، بلکه ره میزنیم به بیراهه. عرض کنم حضور شما که اون شما اشاره نکردید از ابتدا که این خبر، این بحث از وزارت خارجه ایالات متحده در آمد که جمهوری اسلامی ایران اینقدر میلیارد خرج کرد. شما اگه از اینجا شروع میکردید بحث رو، در گزارش شما اومد البته، بله، که دیدم. چنین ادعایی صورت گرفته، ولی خب بحث ما الان اینه که آقای فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، میگن که ما اینقدر هزینه کردیم، ما میخوایم بدونیم که اتفاقا چقدر نزدیکه به حقیقت. من تعجب میکنم که ایشون چیکار است در سپاه پاسداران فرمودید، جانشین فرمانده کله، بعد از سالها انکار کردن، آقایون میان و ارقامی رو میگن که این ارقام درسته، اون ارقام اونها درست نیست. خب این اقراری که بعد از اون همه اقرار کردن، انکار کردن. ما همینطور قبلا هم بارها اشاره کردم و نوشتم، ما در مسئله سیاست خارجی مشکلات اساسی داریم. و اینکه در همین برنامه شما و برنامه قبلی با شما، من پیشنهاد کردم که جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی ایدئولوژیکی خودش تجدید نظر بکنه. منظور من از تجدید نظر این نیست،
که رها بکنیم بل بکنیم به من ربطی نداره. اون چیزی که به من به عنوان یک دانشگاهی ربط دارد این است که put your house in order، برنامه‌تون رو درست انجام بدید. وقتی که برای مدتی مسئله ای رو انکار میکنید بعد حواستون نیست برای حرف دیگری همونو چیز میکنید، تایید میکنید، خب این که نشد سیاست خارجی درست حسابی که. ببینید باز هم من تکرار میکنم که من وارد این بحث نخواهم شد چون همش اسپیکولیشن، همش حدس زدن که اون اینجوری کرد اون اونجوری کرد و بعدش هم دعوا فقط با آقای خامنه‌ای با کسی دیگری نیست. من وارد اینجور بحثا نمیشم. خب اگر یه مقدار متمرکزتر بکنم، خیلی کوتاه بگید که این نفوذی که ایران به هم زده حالا با هر هزینه‌ای چقدر به دردش خورده؟ کوتاه لطفا. از دید من میپرسید؟ خیلی کوتاه. کدوم نفوذ؟ در کشورهای متعدد در خاور میانه. من گفتم کجاها؟ گفتم کدوم نفوذ؟ نفوذ مذهبی، نفوذ سیاسی، نفوذی که بر حزب الله داره، نفوذی که بر هشت شعبی هست، نفوذی که بر حوثی ها هست. شما فکر میکنید و اونا هم اینجور تبلیغ میکنند. ببینید بنده به شما عرض کردم در یک جلسه سخنرانی داشتم در تهران چند سال پیش با حضور عده‌ای از فرماندهان نظامی. وقتی من گفتم این تجدید نظر در سیاست خارجی باید صورت بگیرد، وقتی تشریح کردم بعضی از این آقایان فرمانده ها گفتن که آقا اینا رو که شما اسم میبرین عمق استراتژیک ما هستن. بنده این عرض کردم الان تکرار میکنم آقایان دقت بفرمایید، آیا واقعا حزب الله عمق استراتژیک ماست یا حزب الله دارد ما رو تبدیل به عمق استراتژیک خودش میکنه برای رسیدن به قدرت اصلی در لبنان، برای ما نمیخواد کار بکنه. بسیار خوب. عرض کنم حضور شما که لاجرم من فکر میکنم که یه مقدار از این تبلیغات و عرض کنم این چیزا بیایم کنار و حقیقت رو نگاه بکنیم. شما وقتی میگویید نفوذ در اونجا، نفوذ در اونجا، اغلب این نفوذها یک طرفه، چند طرفه، عرض کنم حضور شما شست رفته نیست. و من در این شرایط ترجیح میدم که بیشتر به محتوا بپردازیم تا به ارقام. آقای جلال‌تهرانی شما چی فکر میکنید؟ آقای مجتهدزاده میگن که این نفوذی هم اگر بوده بیشتر یک طرفه بوده، به ضرر جمهوری اسلامی بوده. خیلی کوتاه، وقتمون متاسفانه خیلی کمه. ببینید در واقع این نفوذ یا سیاست خارجی جمهوری اسلامی اتفاقا من هیچ نقدی بهش ندارم، به خاطر اینکه دقیقا با طبیعت جمهوری اسلامی، با رسالت جمهوری اسلامی، با رسالت انقلاب اسلامی همگن هست، از ابتدا سنخیت داشته و همون مسیر رو داره پیش میره. بنابراین نمیتونیم از چند فرمانده بخوایم بگیم که آقا شما دارید اشتباه میکنید. نه، ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو، سلطه طلبیش رو، صدور انقلابش رو قبول داریم یا نه؟ آقای مجتهدزاده بعد این رو جواب بدن. این که ما یه توازن جوابی نخواهم داد. توازن کاملا خود خارج از خط داری صحبت می‌کنی. اجازه بفرمایید که آقای جلال‌تهرانی حرفشون تمام کنه. بفرمایید. ایشون توازن باید اول این تربیت رو داشته باشه که در همین بحثی اسم نیاره. اجازه بدین که ایشون حرفشون رو تمام کنه. مقابل اسم نیاره. بله، حرفشون رو تمام کنه بعد به شما وقت بدیم. بفرمایید. توازن آکادمیکی که آقای مجتهدزاده صحبت میکنن، اگر در رژیم هیتلر هم بودن این توازن آکادمیک رو مایل بودن با رژیم نازی داشته باشن یا نه؟ بسیار کوتاه. و آخرین جمله، تنش جمهوری اسلامی در حال حاضر در منطقه داره. ما دو تا مورد داریم میگیم که میبینیم طرف مقابل اتفاقا برخلاف نظر آقای مجتهدزاده ایران پهباد آمریکایی رو زد، ترامپ عملی نکرد. ایران آرامکو رو زد، سعودی خویشتنداری به خرج داد. همه جا این وضعیت به وجود آمده. کجا ثابت شد؟ شما اجازه بدید که آقای جلالی تهرانی حرفشون رو تموم کنن بعد خیلی شما هیچ نمیگید. به شما وقت میدم. چند بار گفتم که از من اسم نیارید، من بنده بهشون جواب نخواهم داد. بسیار خوب. ممنونم از مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل و مطالعات خاورمیانه، و همینطور از آقای مجتهدزاده، پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک. آقای مجتهدزاده تصمیم گرفتن که پاسخ ندن. در هر صورت سپاسگزارم از هر دوی آقایون. و اما شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، در تازه ترین پیام ویدیویی خود از همه دموکراسی خواهان ایرانی خواسته که برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به رفاه و آزادی اختلافات خودشون رو کنار بگذارند و متحد شوند. آقای پهلوی در سخنانش که به صورت ضبط شده از شبکه یوتیوب پخش میشد، همچنین از نیروهای نظامی ایران خواست که از مردم در برابر حکومت به گفته او سرکوبگر دفاع کنند. الان در نقش خندق نظام به شما خواهند گفت
آلترناتیوتان چیست؟ من به شما میگویم تنها آلترناتیو مقبول حاکمیت مردم ایران است. نظامی که در آن قانون برآمده از رأی آزاد مردم بالاترین مرجع حکومت است. بیایید باور کنیم که هیچ شخص یا گروه یا نیرویی به تنهایی نمیتواند ما را نجات دهد. ما یا با هم این کشتی طوفان زده را به ساحل امن میرسانیم یا جدا جدا غرق خواهیم شد. شاهزاده رضا پهلوی بود ولیعهد پیشین ایران. گفتگوی داریم با دو مهمان، امیر کیانپور پژوهشگر سیاسی از پاریس با ما و همینطور نیما راشدان فعال سیاسی هوادار شاهزاده رضا پهلوی از زوریخ. های راشدان، حرف تازه رضا پهلوی چی بود؟ با سلام و درود بر شما و آقای کیانپور عزیز، من فکر می‌کنم نکته محوری این پیامیشون تأکید بر نقش بی‌بدیل تک تک ایرانیان بود. یعنی اگر قرار است گذر از جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، این تنها و تنها ممکنه با اولا خودباوری و ثانیا مشارکت همه ایرانیان. هیچ فردی رو، هیچ عقیده‌ای رو، هیچ مرام و مسلکی رو به هیچ بهانه‌ای نمیشه از این روند کنار گذاشت. ایشون به سمت تمام نیروهای سیاسی که در چارچوب دموکراسی میگنجند دست یاری دراز میکنن، تاکید میکنن که حتی به مطالبی که در گذشته بوده و اختلافات گذشته، دلخوری‌های گذشته کمترین توجهی ندارن، آماده هستند برای اینکه هم پیمان، هم دوش و همراه همه ایرانیان به مقصدی که اون رو حاکمیت ملی، حاکمیت مردم بر مردم و عرض به خدمت شما گذر از جمهوری اسلامی توصیف کردند کمک کنند. آقای کیانپور، شما هم چنین خانشی داشتید از پیام شاهزاده رضا پهلوی؟ والا در این من سلام عرض میکنم اول خدمت شما و مهمان محترم برنامه. در این سطحی که مهمان شما صحبت میکنن که خب اشاره به نقش و مسئولیت تک تک شهروندان ایران که خب مگر کسی هست غیر از این حرف دیگه ای بزنه در میان طیف گسترده نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و حتی درون جمهوری اسلامی، یعنی من چیز جدیدی ندیدم، بیشتر اون چیزی که دیدم یک جور جست تبلیغاتی برای اینکه در سطح اخبار باقی بمونن آقای پهلوی و خالی از محتوا، برای اینکه تعین لازم رو نداشت حرفهای ایشون. و به هر حال ما از این حرفها و از اینجور دعوت به اتحاد و اینها زیاد شاهد بودیم. چه وقت پیش شورای مدیریت گذار تشکیل شد یا شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد سال 2013 تشکیل شد که خود آقای پهلوی سخنگو و بعد رئیس در واقع این شورا بودن و بعد کنارگیری کردن. ایشون اول توضیح بدن اون شورا چی شد و بعد در مورد این پیمان صحبت کنن و به میثاق و عهد عمومی صحبت کنن، یا گروه ققنوس رو ایشون در واقع تشکیل دادن سال 2009 و نزدیکان ایشون که دعوت از اندیشمندان علوم انسانی بود که راهکاری بدن برای اینکه ایران بازسازی بشه. کدوم اندیشمند معتبر در سطح ملی به این دعوت ایشون پاسخ مثبت داد که این بار پاسخ مثبت بده؟ از قضا بیشتر ما اون چیزی که شاهدش بودیم در شمعت اخیر گروه هایی که تشکیل شده و نزدیک به ایشونن یا منتسب به ایشونن، بیشتر کارشون ایجاد افتراق و اختلاف و بعضن حتی نفرت پراکنی بوده. خود گروه فرشگرد مثلا. و نکته آخری هم که اجازه میخوام بگم این که من فکر میکنم ایشون در واقع خاطر کمبود تجربه سیاسی دچار یک تنش و تضادی در مورد جایگاه خودشون هست. جایگاهیشون صحبت میکنن، از یک طرف به عنوان نیروی فرای تمام تضادها و اختلافها و بزرگترین تضاد سیاسی که میشه تضاد چپ و راست حرف میزنن، ولی محتوای حرفشون خوب کاملا یک برنامه سیاسی خاص و به طور مشخص دست راستی است. آقای راشدان، من حقیقتش انتقاد رو متوجه نشدم کجای این پیام نکته ای داشت که آقای کیانپور رو و یا سایر نیروهای سیاسی رو ممکن حتی آزرده خاطر بکنه.
وقتی که در شرایطی که یک کشور با این وضعیتی که دارید میبینید دیگه فقط تنها بلایی که بر سر هموطنان ما نیامده است این است که فردا صبح سنگ بباره از آسمون، وقتی این اتفاقات عجیب و فجایعی که غیر قابل باوره، حالا من نمیخوام دیگه نام ببرم که به صورت روزانه شما دارید اخبارش منتشر میکنید، جای دیگری از دنیا هم اتفاق نیفتاده تا جایی که من، سوزن گذاشتن این که چند سال قبل چی شده فلانی چی گفته به نظرم رویکرد درستی نخواهد بود. ما یک مشکلی داریم و اون مشکل اینه که کشور ما داره غرق میشه. شاهزاده رضا پهلوی همراه بسیاری از افراد دیگه دغدغه نجات این کشور خیلی به صورت روشن از ایمان و اعتقادشون به نقش بیبدیل مردم در این فرایند صحبت کردن و از اینکه به هر حال آقای کیانپور الان ما اینجا 2 ساعت هم بهشون وقت بدیم قطعا نمیتونن انکار کنن که هیچ شخصیت ملی دیگری از این میزان استقبال که شاهزاده رضا پهلوی برخورداره این رو همه جا میتونید جای مختلف میتونید ببینید، مشاهداتتون در خیابان‌های تهران هم میتونید ببینید، این امر قابل انکاری نیست. این سرمایه رو به میان آوردن و همونطور که گفتن دست یاری دراز کردن به سمت نیروهای سیاسی دیگه که به مردم کشورشون کمک کنن. باور بفرمایید که من واقعا قصد یادآوری گذشته رو، قصد یادآوری این که چه جریاناتی و چه تفکراتی چه بلایی به سر این کشور بردن در 50 سال گذشته ندارم. بیایید برای مردم درمانده کشورمون که واقعا وضعیتشون خون رو از چشمان آدم جاری میکنه دست به دست هم دیگه بدیم. من حاضرم با همین آقای کیانپور که مطالب رو فرمودن همین الان حاضرم با ایشون صحبت کنم، با هم دیگه کنار بیام و یک فکری به حال آینده فرزندان و مردم کشور خودمون بکنیم. آقای کیانپور، شاهزاده رضا پهلوی یکی از حرفایی که زدن این بود که در مورد آلترناتیو حرف زدن، از نظر شما چقدر این بود از قضیه روشن شده؟ والا به شکل عینی و مشخص ایشون چیز خاصی راجع به آلترناتیو نگفتن، چون راجع به سری کلیاتی صحبت کردن که در سطح انتزاعی تقریبا خیلی هم میتونن باهاش موافق باشن. یک مسئله اونجایی هم که عینی شد اتفاقا جایگاه متضاد و متناقض ایشون رو بیشتر نشون داد که از یک طرف میخوان ورای همه تضادها باشن، از طرف پاشون هست، از یک طرف میخوان یک جایگاه نمادین ملی رو اشغال کنن، از یک طرف خب محتواهای مشخص سیاسی داره حرفاشون. من آزرد خاطر نشدم از اجزبه سال اینطوری بپرسم، آقای راشدان میگن که احتمالا شما هم جمهوری اسلامی رو قبول ندارید، ولی شاهزاده رضا پهلوی نکی؟ ببینید ما خب به هر حال الان ما یه نیروهای واقعی داریم که در ایران در حال مبارزه هستن. من میتونم از قانون نسل ستوده بگیرید تا قانون صنفی معلمان بگیرید تا کارگران هفت‌تپه بگیرید تا مجموعه معلمانی که هر هفته جلوی مجلس هستن، که نیروهای واقعی که توی صحنه هستن و میان و اعتراض میکنن. ایشون راشدان به جایگاه آقای پهلوی اشاره کردن، من برام مبهمه، یعنی ایشون به پشتوانه یه چه نیروی واقعی حرف میزنن. ما میدونیم که به هر حال نام نه ایشون پدر آقای پهلوی، رضا پهلوی، که نام رضا شاه تکرار شده در بعضی از اعتراضات که بیشتر یه جور جست پرفورماتیو اجرایی سلبی برای بیان ناخرسندی از وضعیت موجود بوده. به شکل عینی من جایی ندیدم که کسی ایشون رو صدا بزنه، ولی خب در تظاهرات شعارهای عینی و مشخصی، اعتراضاتی که در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده از دی ماه 96 به این طرف، ما صحبت‌های مشخص و عینی داشتیم که خب خیلی نسبتش با جایگاه شما رو آقای راشدان جواب بدن. آقای ایشون، من این نکته رو بگم که بیاد بریم، ایشون دعوت کرد مثلا سر جریان که برای جسد رضا شاه اتفاق افتاده بود که مردم بیان در شاه‌عبدالعظیم اعتراض کنن، فراخوان تجمع داد، کسی گوش نداد. یعنی به هر حال اینا هم یه بخشی از
نیروهای واقعی هست و بحث گذشته مهمه. آقای راشدان نیروهایی که با گذشته خودشون تسویه حساب نمی کنن، این کار رو با آینده بقیه نیروها و مردم موجود انجام میدن. گذشته اتفاقا باید به شکل مدام و فعالانه به یاد آورد و پرسید. این خیلی وصل از پرسید از گذشته به افق و آینده و سرنوشت ما. آقای راشدان، من به خاطر رعایت حال منتقدین شاهزاده رضا پهلوی است که نمیخوام وارد بحث گذشته بشم، و الا گذشته این خاندان که از ابتدا روشنه، گذشته منتقدینه. حالا به هر حال، اما به هر حال ببینید، افرادی که آقای کیانپور نام بردن، از بزرگانی نام بردن که در اعتراضات چک دارن، در زندان هستن. اتفاقا در همین پیام به صورت بسیار روشن و مشخص تنها توصیه‌ای که شده، توصیه عملی که شده، حمایت از همون افرادی است که آقای کیانپور نام بردن. حتی درش اشاره شده که به خانواده افرادی که در اعتصابات نقش دارن یا به دلیل اعتراض و ابراز نظر در زندان هستند، وظیفه تمام افرادی که مخاطب این پیام هستند و هوادار ایشون هستند و تعلق خاطر دارن و هم پیمان ایشون هستند، ایشون هم به عنوان یکی از این مجموعه، وظیفه اونها این خواهد بود که از آنها فرماندهان میانی و میدانی کمک کنه. من یک قدر آقای کیانپور رو دعوت به انصاف میکنم. واقعا در این پیام نقطه‌ای وجود نداره که اتفاقا مورد نظر همه افرادی که خود شما ازشون نام بردید به عنوان مبارزان داخل ایران نباشه. تبلیغات جمهوری اسلامی رو تکرار نکنیم. این دو دستگی رو که فقط برای این ایجاد شده که یک گروه انسان تروریست آدمکشی که 1500 نفر از هموطنان ما در خیابون به گلوله بستن، این تبلیغات رو تکرار نکنیم. این کارها مناسب نیست. زمان این رسیده که ما بتونیم مثل گروه های متمدن، مثل ممالک دیگه، مثل آدم های دیگه، مثل جایی که آدم ها در جامعه مدنی زندگی میکنن، با همدیگه حرف بزنیم، همدیگر متهم نکنیم. و به هر حال این چیزیست که در متن این پیام اومده و امیدوارم بینندگان شما، انسان های ایرانی آزاده ای که این سرزمین بزرگ و مقدس رو دوست دارن و عاشق این سرزمین هستن، خودشون در مورد متن پیام قضاوت کنن. آقای کیانپور، فقط 30 ثانیه وقت داریم. ببینید، راجع به متن پیام و محتواش به شکل عینی میشه صحبت کرد و نکات اختلاف رو برجسته کرد. اینکه ایشون به تجربه دولت‌های بالتیک اشاره کردن و ما میتونیم ببینیم تجربه دولت‌های بالتیک در مورد بیکاری، فساد، اینا در سال 2008 به بعد چه جوری بوده و واقعا همون جاهاست که مسئله ساز میشه. دعوت ببینید، وحدت و اینها چیز خوبی است، ولی به یاد بیاریم وحدت کلمه یکی از مشکلات ما بود در دوران انقلاب 57 و یک پیمان و میثاق عمومی به شکل طبیعی همکنون در جریان هست. پیمان برای رفع علیه اعدام، علیه حجاب اجباری در خیابان‌ها، شعار نانکار آزادی، ببین به شکل طبیعی این اتفاق متشکرم. سپاسگزارم از امیر کیانپور، پژوهشگر سیاسی در پاریس، و نیما راشدان، فعال سیاسی از زوریخ. وکیل امیر حسین مرادی، یکی از سه جوانی که در اعتراضات آبان 98 در ایران بازداشت شده بودند، از خودکشی ناصر مرادی، پدر امیر حسین، خبر داده. امیر حسین مرادی به همراه سعید تمجیدی و محمد رجبی به جرم مشارکت در تخریب و محاربه به اعدام محکوم شده بودند. بعد از اعتراضات گسترده در شبکه‌های اجتماعی، دیوان عالی ایران درخواست بررسی مجدد پرونده را پذیرفت و اجرای حکم اعدام آنها را متوقف کرد. بابک پاکنیا، وکیل امیر حسین مرادی، درباره دلیل خودکشی آقای مرادی بیشتر توضیح داد. بعد از اعدام، در واقع بهتر بگم بعد از اجرای حکم قصاص نوید افکاری، خب جو بسیار ملتهب بود برای خانواده موکلین ما. هر سه خانواده بسیار مضطرب و نگران بودند که نکنه برای فرزندان ما هم همین اتفاق به صورت مشابه بخواد بیفته، که ما در واقع وکلای پرونده با خانواده ها صحبت کردیم، اونها رو آروم کردیم، توضیح دادیم که شرایط هر پرونده متفاوته با پرونده دیگه و مسائل رو براشون تبیین کردیم. تا حد بسیاری هم این در واقع صحبت ها مؤثر بود. در ادامه متاسفانه یک بی اخلاقی صورت گرفت و شخصی با خانواده تماس میگیره، با خانواده مرادی، میگه که
شما بیایید و با من مصاحبه بکنید، با برنامه ما مصاحبه بکنید و اگر این کارو نکنید بدونید که جون بچه‌تون در خطره، شما بدونید بچه‌تون در نوبت اعدامه، اگر سکوت بکنید قطعاً جنازه بچه‌تون رو تحویل خواهید گرفت. خانواده با ما تماس گرفتن و ما به دیدنشون رفتیم، بهشون توضیح دادیم که واقعا این گونه نیست، این اخبار دروغه، این اخبار کذبه، دارن از این شرایط حالا سوء استفاده میکنن در پرونده ما. مؤثر هم بود ولی به هر حال شرایط روحی مناسبی نداشتن. متاسفانه امروز مطلع شدیم که این اتفاق افتاده. تا اونجایی که من میدونم و تقریبا از آذر پارسال من با این خانواده در ارتباطم، شرایط روحی خوبی نداشتن. پدرشون واقعا خیلی موقع براشفته می شدن، به لحاظ روحی به هم ریخته بودن توی این چند ماهی که من می دیدمشون و اونها رو آشفته کرده بودن، به لحاظ روحی اصلا شرایط خوبی نداشتن. امروز این رو هم توضیح بدم، امیر حسین مرادی از زندان اعزام شده بود به بیمارستان. مادر امیر حسین برای اینکه در واقع فرزندش متوجه نشه تو چه شرایطی قرار گرفتن رفت بیمارستان، چون هر دو ماه یک بار امیر حسین برای مسائل بیماریش و درمانش می اومد بیمارستان رازی. خب هر وقت امیر حسین می اومد خواهرای امیر حسین به همراه پدر و مادر به دیدار امیر حسین می رفتن. این دفعه مادر به تنهایی رفته بود که امیر حسین برای سوال بود که چرا تنها اومدید. به حال سعی کرده بودن یه جوری موضوع رو به اطلاع اون نرسونن. ما به امیر حسین نمیخواستیم به طور مستقیم اطلاع بدیم. اول تو فاصله ای که میدونستیم از بیمارستان دارن دوباره اعزامش میکنن به زندان، به همبندی های او اطلاع دادیم که اگر امیر حسین رسید به زندان موضوع رو خیلی به حال کم کم به اطلاعش برسونید که خیلی شوکه نشه، چون خود امیر حسین هم تعجب کرده بود که چرا مادرش تنها اومده، مدام هم سوال میپرسید. خب دوستانش بهش کم کم اطلاع دادن و امیر حسین زنگ زد به مادرش و مادرش موضوع به اطلاعش رسوند. متاسفانه به شدت گریه میکرد، همه منقلب شده بودن و خیلی شرایط سختی بود واقعا. هر طور شده بود به اطلاعش رسوندیم موضوع. بابک پاکنیو بود، وکیل دادگستری که درباره مرگ ناصر مرادی توضیح میداد. در پی درگیری شدید در منطقه قره‌باغ که ده‌ها کشته به جای گذاشته، ارمنستان ترکیه را به حمایت نظامی مستقیم از آذربایجان متهم کرد. ارمنستان میگوید که ترکیه تعدادی کارشناس نظامی، هواپیما و پهپاد در این منطقه مستقر کرده، اما آذربایجان این خبر را تکذیب کرده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از ارمنستان خواست همه نیروهایش را از قره‌باغ بیرون بکشد. در حالی که نگرانی از یک جنگ تمام عیار وجود دارد، روسیه، ایران، آمریکا و دبیر کل سازمان ملل خواهان توقف فوری درگیری‌ها شدند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. سرودهای رزمی می‌خوانند. رهبران ارمنستان جوانان را برای مبارزه با جمهوری آذربایجان بسیج کردند. در 48 ساعت گذشته که درگیری دو طرف در منطقه مورد اختلاف قره‌باغ شروع شده، ده‌ها نفر کشته شدند. اما امروز کسی به فکر تلفات این جنگ نیست. ما برای دفاع از سربازانمون و تقویت روحیه اونها عازم جبهه‌های جنگ هستیم و همیشه آماده جنگ تا آخرین نفسیم. ما آماده ایم هر کاری بکنیم که ترکا نتونن به ما لطمه بزنند. اما تب جنگی در آذربایجان هم بالاست. رهبران این کشور نشستی فوق‌العاده برگزار و طرف مقابل را به شروع جنگ متهم کردند. باید بگم که این تهاجم ارمنستان برنامه ریزی شده بود. اطلاعات ما نشان میده که اونا مدت‌ها خودشونو برای این جنگ آماده می‌کردند. ارمنستان هم طرف مقابل را متهم می‌کند. هیچ کس نمی‌داند کدام طرف راست می‌گوید. اما دیگر فرقی ندارد. رهبران دو طرف مشهای گره کرده خود را به هم نشان دادند و حرف از وظیفه مقدس و دفاع مقدس می‌زنند. برای قدرت نمایی هر کدام ویدیوهایی از حمله به نیروهای طرف مقابل منتشر کردند. این ویدیو را آذربایجان بیرون داده که میگوید نشان می‌دهد تانک‌های ارمنستان را منهدم کرده. این هم متقابلاً ویدیویی است که ارمنستان از منهدم کردن تانک‌های آذربایجان منتشر کرده. اما این قبیل ویدیوها طبق معمول وحشت و خشونت جنگ را به درستی نشان نمی‌دهند. ولی این ویدیو چرا؟ تصاویری دلخراش که به گفته ارمنستان نشان می‌دهد تعدادی از سربازان آذربایجان را کشته است.
و این اولین خونهایی نیست که دو طرف بر زمین ریختند. بر سر خاکی به مساحت 4400 کیلومتر مربع به نام قره‌باغ یا به قول ارامنه آرتساخ. قره‌باغ به گوش اکثر مردم جهان منطقه دورافتاده و ناآشناست، اما برای همسایگان آذربایجان و ارمنستان و مردم این دو کشور حکایت تلخی دارد. اکثر ساکنان منطقه کوهستانی قره‌باغ ارمنی هستند، ولی شوروی زمانی که بر تمام این مناطق کنترل داشت آن را یک منطقه خودمختار داخل جمهوری آذربایجان اعلام کرد. وقتی شوروی تجزیه شد ارمنی‌های قره‌باغ کوشیدند به ارمنستان ملحق شوند. جنگ خونین بین دو طرف در گرفت. ارمنستان در این جنگ برنده شد و نه تنها این منطقه را به زیر حوزه نفوذ خود برد، بلکه 10% از نواحی اطراف را که متعلق به آذربایجان بود هم به اشغال خود درآورد. هزینه انسانی این جنگ 30 ساله تاکنون به 30,000 کشته و 1,000,000 آواره رسیده. برای بقیه دنیا اهمیت این منطقه به خاطر یک لوله نفت و یک لوله گاز است که از نزدیکی قره‌باغ سوخت فسیلی دریای خزر را به اروپا می‌رساند و شاید با بالا گرفتن درگیری‌ها امنیت انرژی اروپا را تهدید کند. در حالی که نگرانی از یک جنگ تمام عیار بالا گرفته، ترکیه حمایت کامل خود را از آذربایجان اعلام کرد. روسیه که در ارمنستان پایگاه نظامی دارد، مانند ایران و آمریکا خواستار آتش بس و صلح شده. اما حالا که ارمنستان و آذربایجان شمشیرهای خود را برای هم تیز می کنند، سوالی که همه می پرسند این است: آیا قرار است این جنگ یک بار و برای همیشه تکلیف قره‌باغ را یکسره کند؟ یا اینکه یک خون و خونریزی دیگر در پی چندمین نوبت درگیری و آتش بس خواهد بود؟ سوالی که پاسخش در میان سر و صدای قرش توپ و تانک ها نامعلوم است. سیاوش اردلان، بی بی سی. کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی 3 عضو این نهاد شده که از روز شنبه در زندان اوین زندانی شدند. آنها دیماه پارسال به زندان محکوم شده بودند. بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی هر کدام به 6 سال و کیوان باژن به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. جرم آنها تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد انجام اقدام علیه امنیت ملی کشور اعلام شده. کانون نویسندگان به ادامه بازداشت و حبس متهمان عقیدتی و سیاسی دیگر هم اعتراض کرده و گفته که در شرایط کرونا این کار مثل فرستادن آنها به قربانگاه است. علی اکبر معصوم بیگی نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران از تهران با ماست. آقای معصوم بیگی، در بیانیه کانون اومده که این فقط محاکمه و محکومیت 3 نویسنده نیست، بلکه محاکمه آزادی بیانه. چرا اینطور فکر میکنید؟ مبنای این قضیه اینه که کانون وظیفه مقدم و ذاتی خودش رو از اون ابتدا، چه در منشورش که در واقع میشه اون منشور آزادی خواهیشه و چه در اساسنامهش، دفاع از آزادی بیان دونسته. دفاع از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همه. بنابراین ما اساساً به زندان انداختن اعضامون رو در واقع یک جور به بند کشیدن آزادی و آزادی بیان میدونیم. حکومتی که کاری جز گسترش سانسور نداره، جز سرکوب نداره، جز سرکوب آزادی بیان نداره، جز سرکوب قلم نداره، طبیعیه که اگر شده برای حتی به شکل نمادین هم که شده این 3 نفر رو در واقع به زندان بفرسته، شاید به خیال خودش برای اینکه دیگران حساب کار دستشون بیاد. به نظر میاد که نهادهای حکومتی قصد مدارا کردن با کانون نویسندگان ایران رو ندارن. فشارها بر این نهاد صحبتش به امروز و دیروز نمی کشه، بلکه بسیار درازدامنه. از نظر شما دلیلش چیه؟ ببینید، کانون خاصیه، بیش از 50 سال سابقه داره، یعنی یک مداومت مستمری شما درش میبینید. در هر 2-3 مقطعی که به شدت سرکوب شده، مثل سال 47 و 48 و سال 60، دوباره رو پای خودش ایستاده. از سال 69 تا حالا 30 ساله که به طور مستمر فعالیت داشته. در این 22 سال اخیر همیشه با هیئت دبیران فعالیت کرده. در این مدت، یعنی در این 22 سالی که دارم برای شما میگم،
حتی یک جلسه جمع مشورتی تعطیل نشده، یک جلسه هیئت دبیران تعطیل نشده. جمع مشورتی در هر ماه سه‌شنبه آخر هر ماه و جلسه هیئت دبیران هر هفته یک بار. زمانی شده که اعضای ما در زندان افتادند، عضویمون تصادف کرده، عضویمون مجبور شده از کشور بره چون محکومیت 5 ساله گرفته بوده، و دو نفر از اعضامون، یعنی یک منشی و یک عضومون، خانم منیژه نجم عراقی و زنده یاد فریبرز رئیس‌دانا، در زندان بوده. ما حتی امکان داشت نصاب بیفتیم ولی کانون به کار خوش ادامه داده. واقعیت قضیه اینه که اون چه که برای کانون، برای حکومت قابل تحمل نیست، این استمرار و این پیورزی در واقع ادامه کار و هدفهایی که دنبال میکنن. ممنونم از علی اکبر معصوم بیگی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران در تهران. امروز هفتم ماه مهر 39 سالگرد سانحه مرگبار برای هواپیمای نظامی 330 ارتش ایران است. یک سال بعد از آغاز جنگ ایران و عراق، این هواپیما که حامل 10 نفر از جمله عده‌ای از بلند پایه‌ترین مقام‌های نظامی بود، از اهواز به تهران می‌آمد که دچار سانحه شد. اتفاقی که خلبان و کمکش را ناگزیر کرد تا هواپیما را نزدیک کهریزک به اضطرار فرود بیاورند، اما در نهایت اکثر سرنشینان آن کشته شدند، از جمله موسی نامجو وزیر دفاع، ولی الله فلاحی رئیس ستاد ارتش، جواد فکوری فرمانده نیروی هوایی ارتش، یوسف کلاهدوز قائم مقام فرمانده سپاه و محمد جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر. از زمان این سانحه تا به حال علت‌های مختلفی برای آن ذکر شده، از حمله عراق تا آتش خودی و وقوع انفجار داخل هواپیما. بهمن فرغانی، سرهنگ بازنشسته ارتش که سرپرست تیم بررسی سقوط هواپیما بودند، از سان فرانسیسکو آمریکا با ما هستند. آقای فرغانی، بحث این هواپیما که میشه حرف و حدیث زیاده، بمبگذاری، آتش خودی، حمله، بررسی های شما چی نشون میده؟ با درود به بینندگان عزیز، من مهمترین سوانح نیروی هوایی ایران من جمله این سانحه و واقعه تبعث شکست آمریکایی‌ها و سانحه وزیر خارجه الجزایر، همه رو من بررسی کردم. این سانحه به خاطر اینکه کروی این هواپیما زنده موندن و دلایل ما بر علیه ادعای کروی زنده مانده خلبان و کرو بود، یه مقدار مشکل آفرین بود. خلبان ادعا میکرد که با شنیدن صدای انفجاری برق هواپیما رفته و بعد اینها هواپیما رو با چرخ‌ها رو به طریق مکانیکی پایین آوردن و در بیابان نشستن، که خوشبختانه نشستنشون به صورت معجزه‌آسایی بوده در اون شب تاریک که مهتاب هم نبود. در بیابان اینها نشستن ولی از بدشانسی سر راهشون یک خاکریز قنات بود که چرخ راست هواپیما میره روی این خاکریز قنات و بال چپ هواپیما به زمین میگیره و میشکنه، بنزین ها میرزه بیرون و انفجاری صورت میگیره و از 98 سرنشین این هواپیما 80 نفرشون کشته میشن و فقط 18 نفر که تونستن از شکاف بدنه بیان بیرون قبل از اینکه دود خفشون بکنه، و کروی هواپیما که از دریچه کابین اومدن بیرون، بقیه 80 نفر جانشون از دست دادن. ادعای خلبان این بود که انفجاری صورت گرفته. ما اومدیم در بررسیامون سعی کردیم این انفجار رو بازسازی بکنیم در یک جای هواپیما که هر 4 موتور هواپیما از بین بره، از کار بیفته، ولی همچین چیزی امکان پذیر نبود از نظر فنی، چون موتورهای این هواپیما هر کدومشون مستقل عمل میکنه و هیچ ربطی به همدیگه ندارن. ضمن این که در سیستم موتورهای این هواپیما یک نوع کلاچ تعبیه شده که اگر موتور از کار افتاد، به دلیل اختلاف دوران موتور با ملخ سبب خرد شدن جعبه دنده نشه، نوعی کلاچ تعبیه شده که اگر موتور از کار افتاد، ملخ رو از موتور جدا میکنه. در بررسی ها ما متوجه شدیم که هر 4 کلاچ این موتورها، هر 4 درگیر بودن، که نشون داد موتورها تا آخرین لحظه کار میکردن. حتی علائم ملخ روی زمین هنگام برخورده به زمین نشون میداد که سرعتی دور موتورها دوری حدود آیدل داشتن. و خلبان ادعا میکرد که نشان دهنده موتورها RPM 0 نشون میداده. تنها موردی که 0 نشون میده این نشان دهنده ها وقتی است که برق بهشون نرسه. در بقیه موارد به دلیل اینکه باد ملخ ها رو میچرخونه، دوری حدود 12% رو نشان خواهند داد. و
کافی بود که خلبان سویچ اینورتر رو از روی جنراتور بذاره روی باتری، از برق باتری استفاده کنن و همه چی نرمال بود و میتونستن بشینن. متاسفانه نقص فنی دلیل قطع برق مشخص نشد، ولی نقص فنی و برخورد غلط برداشت غلط خلبان به دلیل اینکه فلایت انجینیر هواپیما حدود 10,000 ساعت پرواز داشت و خلبان حدود 300 ساعت، و وقتی فلایت انجینیر میگه موتورامون رفته، اینها به قول من they took it as granted و فکر کردن بله هر چهار موتور رفته و همینطوری عمل کردن و نشستن. پس شما خطای خلبان رو هم تا حد زیادی دخیل میدونید، ولی حرف و حدیث هایی بوده در مورد مثلا آتش خودی؟ هیچ نوع اثری از آتش، یعنی اصابت موشک یا ضد هوایی به هیچ جای بدنه هواپیما دیده نشد و هیچ نشانی، هیچ گفتگو با اهالی محل اطراف محل، هیچ کس هیچ دلیلی بر این امر اصلا وجود نداشت. صحیح. الان حرف از اینه که حتی تا حالا خیلی از مقام ها، از جمله بعضی از مقام های ارتش، میگن که اون حادثه مشکوک بوده. اگر کار کارشناسی دقیقی صورت گرفته اونطور که شما میگید، چرا این شایعه ها هیچ وقت تمام نشد؟ ببینید، در همون موقع هم به ما این تهمت رو زدن که مجاهدین در این هواپیما بم گذاشته بودن و من که رئیس تیم بودم دارم با اونها همکاری میکنم که این کار رو به اصطلاح لاپوشانی بکنم. به خاطر همین من در گزارشم درخواست کردم که یک تیمی از یک کشور دوست و برادر بیاد بدون اینکه اطلاعاتی که ما داریم بهشون بدن دوباره بررسی بکنن این صحنه رو. خوشبختانه این کار رو کردن و یک تیمی از پاکستان، یک جنرالی از پاکستان، رئیس امنیت پرواز پاکستان با تیم متخصصی آمدن و این صحنه رو بررسی کردن و دقیقاً همون مطالبی که ما پیدا کردیم عین همینها رو اونها هم تایید کردن. بسیار ممنونم از بهمن فرغانی، سرهنگ بازنشسته ارتش که سرپرست تیم بررسی سقوط هواپیما بودند، از سان فرانسیسکوی آمریکا با ما. به پایان این برنامه 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه رو و همینطور برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی تماشا کنید و همینطور به کانال یوتیوب ما مراجعه کنید. ممنونم از همراهی شما که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.